نفتکش سیفر که از 5 سال پیش در آبهای ساحلی یمن به گل نشسته است، بر اثر رخنه آب دریا به داخل آن آسیب دیده و نشت نفت در آبهای اطراف شدت گرفته است. به گزارش رویترز، میزان نشت این نفتکش 4 برابر نشت نفتکشی است که در سال 1989 در آبهای ساحلی آلاسکا آسیب دید و محیط اطراف را به شدت آلوده کرد. نشت نفتکش سیفر با 1,100,000 بشک نفت خام در دریای سرخ در پایانه نفتی رأسیسا از ماه گذشته آغاز شده و گزارشی که به 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد در مورد آلوده شدن محیط زیست و آبهای ساحلی قویاً هشدار داده شده است. سازمان ملل متحد از شورشیان حوثی خواسته است هرچه زودتر بدون هیچ قید و شرطی به کارشناسان این سازمان اجازه دهند با ورود به محل راهی برای جلوگیری از نشت نفت پیدا کنند. غواصان شرکت سیفر با تلاش فراوان توانستند برای مدتی جلوی نشت نفت را بگیرند. اما مشخص نیست که این اقدام تا چه مدت دوام خواهد آورد و این نگرانی وجود دارد که هر لحظه نشت نفت از سر گرفته شود. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.